دوستان عزیز پادکست هفت به برنامه خودتون خوش اومدید. من هرانوش هستم به همراه ایمان در خدمت شما خواهیم بود در برنامه این هفته. منم درود و سلام میگم، حضور تک تکتون و سپاسگزارم که باز هم با پادکست هفت همراه شدید. دوستان عزیزمون اگر خاطرتون باشه ما در هفته های قبل بخش های از صحبت های آقای مازیار بهاری رو براتون پخش کردیم آقای مازیار بهاری مدیر رسانه ایران وایر هستند و ما افتخار این رو داشتیم که بتونیم در خدمتشون باشیم این هفته چون قول داده بودیم بهتون میخوایم که برای شما کامل این گفتگو رو پخش بکنیم آقای مازیار بهاری در گفتگویی که با ما داشتن در خصوص کمپین داستان ما یکیست صحبت کردند و همینطور از مسائل فرهنگی و اجتماعی گفتند که شاید در جامعه ایران باعث ایجاد نابرابری جنسیتی شده بریم این گفتگوی کامل رو با هم ببینیم دوستان و شنونده های پادکست هفت مهمان بسیار عزیزی رو روی خط داریم جناب آقای مازیار بهاری با ما همراه شدن مرسی ازتون آقای بهاری بسیار خوش آمد بهتون میگم درود بر شما خیلی ممنون از دعوت شما خیلی خوشحالم که اینجا هستم و به شما و شنونده ها و بیننده های شما سلام میکنم منم درود میگم بهتون آقای مازیار بهاری برای اون دست از همراهان پادکست هفت که شاید کمتر با ایشون آشنا باشند بعد بگیم که آقای مازیار بهاری مدیر رسانه ایران وایر و فیلمساز هستند. آقای بهاری حتما در مورد کمپین داستان ما یکیست شنیدید میخوام نظرتون رو در این باره بدونم به نظر من کار خیلی خوبیه که جامعه بهایی انجام داده و خیلی مهمه که جامعه بهایی از این کمپین ها بیشتر داشته باشه چون بردم دارن کم کم پی میبرن که چه فاجعه‌ای بر سر جامعه بهایی اتفاق افتاده در این 44 سال از شروع انقلاب خیلی هستند هستن که در نقاط مختلف ایران در نسلهای مختلف به خصوص جوونا نمیدونن که چه فاجعه ای رقم خوردش شوال انقلاب توسط حکومت جمهوری اسلامی من خودم که توی ایران یعنی من مثلا ده سالم بود که انقلاب بود و بعد دهه شستم من ایران بودم خودم اون موقع و حتی خانواده ایمان نمیدونستیم که دقیقا چه اتفاقی افتاده چون خب به هر حال خیلی از مردم با جامعه بهایی آشنا نبودن یا دوستان بهایی نداشتن یا هم کلاسی های بهایی نداشتن و کلا هم توی اون جو انقلابی برای خیلی ها متاسفانه میتونم بگم مسئله جامعه بهایی مسئله مهمی نبودش خیلی ها به مجاهدین فکر میکردن کمونیست ها فکر میکردن سلطنت طلب ها فکر میکردن یه طرفداران حکومت اقلیت های مذهبی به خصوص بهاییان در میان سیاسی ها و افرادی که فعالیت های سیاسی و تبلیغاتی داشتن و موقع زیاد سرنوشتشون مهم نبودش اما میشه گفتش که بعد از شروع جنبش سبز در ایران سال 88-2009 مردم کم کم آمه مردم کم کم با مصائب جامعه بهایی بیشتر آشنا شدن و میشه گفتش که بهترین مبلغ در حقیقت این امر هم خود جمهوری اسلامی بود چون جمهوری اسلامی هر چیزی که مردم علاقه داشتن بهش تحصیل برابری حقوق زن و مرد موسیقی سینما یا هر چیز دیگری رو به بهاییا نسبت میداد و برای همین برای خیلی از جوانای ایرانی برای خیلی از ایرانیا این کنجکاوی پیش اومد که بهایی کی هستند بهایی چی کار میکنن و بعدش هم خب افراد مختلف فیلم ساختند و مستندهای مختلفی ساخته شد در مورد جامعه بهایی که مثلا خود من یکیشون رو ساختم فیلم شمی روشن کن رو و افراد دیگه شروع کردن به روایت داستان جامعه بهایی و به خاطر همین کمپین ما یکی هستیم به نظر من کمپین خیلی مهمیه که یکی از سیاه ترین دوران تاریخ معاصر ایران رو به یاد مردم میاره و از طریق هنر و از طریق فرهنگ میخواد که این کار زد حقوق بشری جمهوری اسلامی محکوم بشه یادآوری بشه و به نظر من کمپین خیلی مهمی هستش جناب بهاری من میدونم که شما در رسانه ایران وایر بخش های مختلفی رو به موضوعات مربوط به اقلیتهای های قومی و مذهبی اختصاص دادید و اصلا فکر می کنم گزارش رو به طور اختصاصی در خصوص برابری جنسیتی کار کردید که به اتفاق اعدام این دهسن بهایی در شیراز در سال 1362 هم پرداخته شده درش میخوام ببینم که اصلا انگیزه شما از پرداختن به این موضوع چی هست و چه هدفی رو دنبال میکنید ببینید به عنوان یک کسی که در یک خانواده غیر مذهبی من بزرگ شدم و به هیچ مذهبی به اون صورت اعتقاد ندارم میتونم بگم که سرنوشت اقلیتها سرنوشت اقلیت‌های مذهبی و قومی به نظر من مهمترین اصلیه که ما برای ساختن یک جامعه بهتر در ایران میتونیم بهش بپردازیم چرا؟ چون وقتی که شما در مورد حکومت دموکراتیک دموکراتیک یک حکومت دموکراتیک حرف میزنید در مورد دموکراسی حرف میزنید حکومت دموکراسی به این معنی نیستش که اکثریت بر اقلیت حکومت بکنه بلکه دموکراسی به این معنیه که حق اقلیتها به رسمیت شناخته بشه اقلیتها چه حالا اقلیتهای قومی چه اقلیت های جنسی چه اقلیتهای مذهبی از حق مدرسه رفتن کار کردن دانشگاه رفتن و همه حقوق برابر با افراد مختلف جامعه و اکثریت جامعه برخوردار باشن و به خاطر همین مسئله اقلیتهای های مذهبی به خصوص جامعه بهایی که یکی از بزرگترین اقلیتهای های مذهبی هستش در ایران و اقلیت غیر رسمی هستش در قانون اساسی برای شخص من خیلی مهمه و چیزی که من رو به جامعه بهایی در حقیقت علاقمند کرد و باعث شدش که من اول فیلمی که در مورد جامعه بهایی ساختم در مورد دانشگاه غیر رسمی بهایی یا بیایشی باشه این بودش که جامعه بهایی با فرهنگ با تحصیل با هنر داره در مقابل این رژیم بدون فرهنگ بی سواد و ضد هنر مبارزه میکنه و به نظر من ما خیلی از ایرانیایی که بهایی نیستیم واقعا باید از جامعه بهایی یاد بگیریم و من همیشه به همکاران غیر بهایی من میگم میگم که ما واقعا باید از بهایی ها یاد بگیریم که چجوری تونستن نه تنها مقاومت بکنن در مقابل این حکومت جمهوری اسلامی بلکه رشد بتونن بکنن با تمام سختی هایی که داشتن با تمام مسائبی که بر اونها داشته به خصوص زنهای بهایی واقعا من هر زن... من تا حالا زن بهایی ندیدم که چیفتش نشده باشن و تمام زنهای بهایی که من باشون با برخورد, دار... برخورد, کردم همه افراد قوی همه افرادی بودند که واقعا میتونن به جامعه ایران کمک کنن و متاسفانه بسیاری از اونها توسط جمهوری اسلامی کشته شدند هزاران شاید بگیم ده ها هزار بهایی از ایران کوچ کردن کشورهای دیگه رفتن و موفق شدن تو اون کشورها و به هر حال دقدقه جامعه بهایی و مسئله جامعه بهایی برای من مهمه و برای همکاران من در ایران وایر هم خیلی مهمه همونطور که شما فرمودین این نکته برای من خیلی جالب بود که حقیقتا برای رسیدن به مسائل برابری جنسیتی و به اون آرمانهایی که ما داریم برای دموکراسی نیاز هستش که مسائل رو ما بسیار ریشهای تر نگاه بکنیم و بتونیم اونها رو حل بکنیم آقای بهاری من میخوام بدونم در مورد فیلمی که ساختید شمعی روشن کن مخاطبینتون چه بازخوردی داشتن و در مورد این فیلم چه نظراتی بود؟ شمعی روشن کن خب سال 2015 ساخته شد و نمایش داده شد و بازخورد خوبی داشته به نظر من با توجه به اینکه ما تقریبا حساب کردیم حدود 500 شهر دنیا فیلم رو نشون دادن و فیلمی هستش که خیلی ها میگن برای اولین بار تونسته مسایب به جامعه بهایی رو نه به عنوان قربانیان جمهوری اسلامی بلکه به عنوان یک جامعه ای که تونسته یک جامعه مقاوم در مقابل جمهوری اسلامی مسئله جامعه بهایی رو ارائه کنیم توی اون فیلم بازخوردهای خیلی خوبی داشتیم و یکی از دلایلی که من میتونم بگم فیلم موفق بوده اینه که در حکومت جمهوری اسلامی داشتن فیلم داشتن این فیلم جرمه و متاسفانه چندین نفر رو ما میشناسیم که به خاطر داشتن این فیلم دستگیر شدن و یکی از اتهاماتشون داشتن این فیلم بوده و و هر حال من تنها کاری که در اون فیلم کردم باستاب حقایقی بود که دوستان بهایی چه افرادی که خارج از ایران هستن چه افرادی که داخل از ایران هستن به ما گفتن اونو منعکس کردم و یک آینه ای در حقیقت جلوی جامعه ایران قرار دادم که حقیقت رو ببینن و فکر کنم که یکی از دلایل موفقیت فیلم همین سادگی و روون بودنش بود جناب بهاری ما میدونیم که شما سالها در زمینه رسانه و به خصوص فرهنگ تلاش کردید میخوام بپرسم از دید شما مسیر دستیابی به برابری جنسیتی در جامعه ایران فارغ از نقش حکومت چطور هست؟ مسیر خیلی سختیه مسیر برابری جنسیتی چون حکومت یک بخشی از این معامله هستش و در حقیقت میشه گفتش که مشکل اصلی به خود جامعه به فرهنگ به باورهای نه تنها دینی بلکه باورهای سنتی، قومیتی و اجتماعی مردم برمیگرده و به نظرم برای برابری جنسیتی ما تنها کاری که میتونیم بکنیم اینه که به مردم آموزش بدیم و یک جورایی این مسئله رو مطرح کنیم که برابری جنسیتی مثل هر نوع برابری دیگه نه تنها به اون گروهی که مورد ظلم و مورد تبعیض قرار گرفته کمک میکنه بلکه به کل جامعه کمک میکنه یعنی مثلا فرض کنید اگر شما اجازه بدید که خانم ها مثل آقایون پزشک بشن مثل آقایون بتونن توی جامعه رشد کنن او پزشکایی که تربیت میشن نه تنها به زنان بلکه به مردها هم کمک میکنن او مهندس های زن نه تنها به زنها بلکه به مردها هم کمک میکنن و این یک س... با... چیزی که شاید ما برا... با این طرز فکر برای ما خیلی ساده باشه ولی برای خیلی از مردای ایرانی متاسفانه زن به عنوان یک جنس دوم مطرحه و من فقط در این, این مسئله رو در میان طرفدار حکومت ندیدم خیلی از افرادی هستند که مخالف حکومت هستند از جمهوری اسلامی متنفرن اما باز به مرد سالاری اعتقاد دارن چون زن و آه، یک آه، موجود ضعیف میدونن و شهروند درجه دو حساب میکنن دختراشون رو توی خونه تحقیر میکنند فکر میکنن که دختر یا یک زن جاش توی آشپزخونه است و باید به مرد خدمت کنه و همین ضرب المثل که مثلا پشت هر مرد موفق یک زن هستش به نظر من یک ضرب المثل سکسیستیه که چرا باید پشت هر مرد موفق یک زن باشه باید زنها و مردها برابر باشن به هر حال من فکر کنم که با توجه به آموزش هایی که رسانه های مختلف دارن میدن با توجه به تبادل فرهنگی که بین ایرانیا و خارج از ایران ایجاد شده این روند مثبت بوده تا به حال و فکر کنم که در چندین نسل بعد به موفقیت برسه ولی فکر نمی کنم که ما باید انت ما انتظار باید داشته باشیم که مثلا فردا یا سال دیگه برابری جنسیتی در ایران به وجود بیاد حتی توی غرب تو همین بریتانیا که من زندگی می کنم ما برابری جنسیتی نمی هنوز برای خیلی از شغلا حقوقی که مردم می گیرن از زنها بیشتره هنوز در بسیاری از کارها علیه زنها تبعیض هستش با وجود اینکه مثلا اینجا صد سال پیش زنها تونستن حق رأی بگیرن هنوز زنها اونج به اون صورت نتونستن توی سیاست مثل مردها موفق بشن به خاطر تبعیضاتی که هستش به خاطر موانع و هایی که توی جامعه توی سیاست توی فرهنگ هست اما میشه گفتش که در ایران مثل کشورهای دیگه این روبه رشده. تنها فرقی که میکنه خب اینه که توی بریتانیا مثلا یه دولتی هستش که اگر نخواد برابری جنسیتی رو تبلیغ بکنه توبیخ میشه اما در ایران یه حکومتی ما سرکار داریم که افتخار میکنه به اینکه به برابری جنسیتی اعتقاد نداره و حتی زنهایی که در این حکومت هستن زنهایی که در مجلس شورای اسلامی هستند بعضیاشون ضد زنتر هستند تا از مردهایی که سر کارند به نظر من باید سعی کنیم که تا حد امکان طرفدارهای جمهوری اسلامی به این ظلمی که به بهایی ها روا شده در این 44 و چهار سال آگاهی در مورد این ظلم آگاهی پیدا کنن در ایران باید یک گزارشی داشتیم در مورد رئیس سابق زندان اوین که خودش از آن کرد که بهایی ها و کورت ها همیشه مزدومتر بودن از زندانی های دیگه و این یک کسی هستش که قبل از انقلاب معتقد به خمینی بود بعد از انقلاب جزء حکومت بود هنوز به بعضی از آرمانهای انقلاب اعتقاد داره خودش میگه که من از بهایی ها زیاد باشم نمیاد اما با وجود این به این ازان کرده که بهایی ها و کورت ها از مظلومترین زندانی ها بودن به نظر من اگر ما بخوایم تغییرات اساسی در ایران داشته باشیم باید طرفداران حکومت طرفداران جمهوری اسلامی رو آگاه بکنیم در مورد ظلمی که این حکومت به افراد مختلف کرده و حتی به طرفداران خودش کرده در این چهل و چهار سال گذشته آقای مازیار بهاری عزیز خیلی ممنونیم از اینکه با ما در پادکست هفت همراه شدید خدا نگهدارتون باشه همونجوری که شنیدید آقای مازیار بهاری در این گفتگو در خصوص کمپین داستان ما یکی است که توسط جامعه جهانی بهایی چندی است به راه انداخته شده صحبت کردند و همینطور به ریشه های فرهنگی و اجتماعی مقوله برابری جنسیتی اشاره کردند همونطور که همه شما عزیزان اطلاع دارید کمپین داستان ما یکیست همچنان ادامه داره و فکر میکنم امیمان یک سال گفتن که این کمپین ادامه دار هستش درسته؟ درسته و یک سال ادامه خواهد داشت و شما عزیزان میتونید اخبار و اطلاعات مربوط به این کمپین رو از طریق هشتگ فارسی داستان ما یکیست و یا هشتگ انگلیسی our stories در شبکه های اجتماعی دنبال کنید و خیلی عالی میشه اگر که شما عزیزان بتونید آثار هنری خلق بکنید و برای این کمپین کمپین داستان ما یکیس ارسال بکنید و در این حرکت جمعی بتونیم آثار شما رو ببینیم و لذت ببریم تا یک برنامه دیگه هر جا هستید خوب و خوش باشید خدا نگهدارتون